به نام خدا. سلام، سلام به گرمی آفتاب، به قشنگی مهتاب، به مهربونی ستاره های آسمون. بله، به شما بچه های خوب و نازنین خودم که آماده این میریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست بهار کیه و بهار چیه. پیرزن مهربون قصه‌مون هر روز میومد توی حیاط و به باغچه و درختا و گلای پژمرده و خوش شده نگاه میکرد. میگفت آخه پس کی دوباره این باغ سبز میشه؟ کی دوباره این گلا به من میخندن؟ مجید نوه بیبی گلاب که خیلی مادر بزرگ مهربونش رو دوست داشت، میدونست که مادر بزرگ چقدر به خونه و باغ و باغچه و گلاش علاقه داره. بله، چقدر منتظر رسیدن بهاره. اونقدر بیبی گلاب میومد توی حیاط توی هوای سرد میایستاد و باغچه رو نگاه میکرد که بالاخره یه روز که از خواب میخواست بلند بشه احساس کرد که تمام تنش درد میکنه، گلوش هم میسوزه. آره بچه، بیبی گلاب مهربون سرما خورده بود. مجیدم وقتی فهمید که مادر بزرگ مریض شده دکتر رو خبر کرد و بیبی گلاب رو توی رخت خواب خوابوند. بعدم اومد تا چند روزی با مادر مراقب بیبی گلاب باشه. حالا این مجید کوچولو بود که دلش برای باغ و باغچه میسوخت، اما چون مادرش نمیخواست اونم مریض بشه، مجید از پشت پنجره هر روز به باغچه نگاه میکرد و از خدای مهربون میخواست که هرچه زودتر باغچه سبز سبز بشه، گلا باز بشن، خونه بیبی گلاب دوباره قشنگ و پر از گل بشه. بالاخره مجید طاقت نیاورد و از مادر پرسید مادر جون، میشه به من بگین که این گلا کی دوباره بیدار میشن؟ مادر دستی با مهربونی به سر مجید کشید و گفت پسر عزیزم، باید صبر داشته باشی، دیگه چیزی نمونده، به زودی با اومدن بهار دوباره درخت ها و گلا و باغچه ها همه قشنگ میشن. مجید بازم سوال داشت بچه ها، اما مادر باید به کارای خونه می رسید، باید مراقب بیبی گلاب می بود. خلاصه مجید با تعجب توی دلش گفت بهار، بهار دیگه کیه؟ بهار چه رنگیه؟ پس کی میاد؟ وقتی فردا مجید به همراه خواهر رفت که از مغازه خرید کنن، یه پیر مردی رو دید که یه بیلم روی دوشش بود، داد میزد باغچه بیل میزنیم، گل میکاریم. مجید خندید و گفت خودشه، بهاره، من میدونستم که بالاخره پیداش میکنم. دوید به طرف پیر مرد و گفت آقای بهار با شمام، بیاین به باغچه مادر بزرگ رسیدگی بکنین، گلا رو از خواب بیدار بکنین. پیر مرد بچه با تعجب نگاهی به مجید کوچولو کرد و گفت بهار؟ پسر گل، بهار کیه؟ اسم من که بهار نیست، من گلا رو خاراشو میگیرم، نمیدونم علفاشو میگیرم، باغچه رو بیل میزنم، من باغمونم. پیر مرد دست مجید رو گرفت و بله اومدن به سمت حیات مادر بزرگ. اون آقا هم شروع کرد به بیل زدن. بله، با کمک مجید گلای خشک و علفای هرز و برگای اضافی رو توی کیسه ریخت و بعد خداحافظی کرد و رفت، گفت که فردا میاد و یه عالم بنفشه با خودش میاره که توی باغچه بکاره.
مجید توی دلش گفت چقدر بهار مهربونه، اما حیف که پیره. آخه این که به تنهایی نمیتونه این کارا رو بکنه، خسته میشه. رفت پیش مادر، بازم سوال کرد که مادر، کاشکی بهار کمک داشت، کاشکی بهار پیر نبود. مادر تازه متوجه شد که پسر کوچولوش اصلا به کی میگه بهار. مادر گفت پسر گلم اشتباه میکنی، بهار یه فصله، یه فصل قشنگ بعد از زمستون میاد، اما همه فصلهای خدا قشنگ و خوبن. بعد از زمستون و استراحت زمین و درختا و گلا، با اومدن فصل بهار همه جا سبز میشه، دوباره بوته ها گل میدن، دوباره باغچه بی بی گلاب قشنگ و خرم میشه. مجید خندید و گفت به به چقدر خوشحالم، آخه این آقا بهار، نه نه نه، این آقای پیر نمیتونه این همه جا رو بیل بزنه، گل بکاره. خدا رو شکر، خدا خیلی مهربونه. اگه بهار نبود، اگه دوباره همه چی سبز و خرم نمیشد، اون وقت چقدر زندگی سرد بود. مادر خندید و پسر کوچولوشو بوسید و با هم رفتن به باغبون اون آقای پیرمرد کمک کنن تا گلای بنفشه رو توی باغچه بکارن و اون وقت اومدن بهار رو به بی بی گلاب مژده بدن. آفرین به این مجید کوچولو و اون دل مهربونش که برای آقای باغبون دلش میسوخت، که اون آقای باغبون پیره و طاقت نداره و اون همه کارو نمیتونه بکنه. خب گلای قشنگم، شما هم گلای بنفشه رو دوست دارین؟ منم خیلی دوست دارم. آخه وقتی گل بنفشه رو میبینم میگم خب دیگه سال نو میشه، زمستون میره، بهار خوشگل میاد. بله بله، شما لباسای قشنگ میپوشین.